بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خلانو ده نه خبرونه ته د تل پسیر بیا هم ده نه خبرونه ده او پنه خبرونه کې راسره ده پوهان صاحب پوهان صاحب سړي ماشه خلانو زموږ خبرونه ته ډیر مننه ستاسو او ستاسو لیدونکو ته سلامونه وایم ژوندۍ اوسئ او به زه میخوایم به دې ګرد په خدمت شما تمام تماشاګرو سلام عرض میکنم عرض ادب دارم ډیر مننه پوهان صاحب که ازمو وینم پوښتنه به پیل کو د لومړي پوښتنې په صفت کوای چې تاسو څوک یاست ما نوم محمد اکبر سلام تخلص میکنم رتبه علمی ما د پونتون کابل پوهان است یعنی 35 سال میشه د پونتون کابل درس میتم او قبل از زو مراحل مختلف طی کردیم تا د پونتون کابل بیم از جمله مثلا ما مکتب د ترکیه خواندیم او اول نمره دوره خود بودیم د ترکیه باز اون د فاکولته دش سال آخر ما رو که اینجا قبول نکردن اونجا از دست فی بود بعد تونه در خود کابل شبانه خواندم عربی شانزه اینجا وید سازگاری نتانستم بر آمدم آمدم در شبانه روز کار میکردم شب درس میخواندم در اونجا در رشته اول نمرگی ختم کردم بعد پانتون کابل آمدم رشته هنرهای زیبا شوقم زیاد در روانشناسی بود اما وقتی که هنرهای زیبا جور شد چون کار میکردم نقاشی میکردم زیاد بسیار مورد علاقه بود خواستم در رشته تحصیل کنم پوهان صاحب لدی اوران مو کومې دندې مخته وړیدي قبل از پانتون ما در ریاست مرستون اونجا باید صفت چی بودم معلم رسم اطفال از مرستون بر ما معرفی میشد ما کارگاه کلان بود چند رشته بود صنایع بود یاد در بخش های هنر هم داشتم این بخش رسامی کورس های شهر مجسمه سازی رو من پیش می بردم شاگردان با زمینه یک مساید شد که پانزه اونرهای زیبای لان شد جور شد باز من خواستم تحصیلات خود می رشته در پانزه اونرهای زیبای پانتون کابل او بود پانزه اونرهای زیبای جز ادبیات بود باز در داخل شدم باز در اول نمره فارغ شدم در دوری خود باز در کادر ماندم در کادر هم کارای اونری می کردم هم به حساب درس برای نظر به مکلفیت برای کل شاگردان درس می دادیم مدامی جریان باز یک چانس مساید شد که برم در سطح روانی دکتر برنا سفیر خدا بخشه فوت کردن و یک برنامه تداوی روانی رو در کابل یک پروژه آورده بودن کار میکردن از مردم متحد یا باز در اونجا بحث هنر درمان ما مقرر شدیم در اونجا و دو سال با تکلیف های روانی کس که داشت مریضا با آقا کار میکردم اونجا هم زمان درس میداد در پانتون کابل باز بعد که مصروفیت های پانتون زیاد شد پس در پانتون مصروف شدیم اما بالوش ما بخش های ورزش علاقه داشتیم زیاد هم فوتبال کردیم مثلا ما تو منتخب اردوی وقت بودیم که اردو قهرمان افغانستان بود در فوتبال کلوب رو بدیر شد فوتبالیزم در پالیش سطرنج یا ملقه دارم باز به این دو رشته در فاکولته مصروف شدم تیم فوتبال جور کردیم برای سطرنج باز کارا کردیم بعد از او رتبه علمی کم کم بلند میشه مسئولیت های دیگه سر آدم افته باز ما در استادای جوان زیاد همکاری کردیم که ترفیه کنن به خود درس ها برنامه درسی پروگرام های درسی تحریر کتاب در سال باز برنامه لکچر هم هست که آدم جور کنه غیر از او مقاله هست که باید تحریر کنه دم کتاب آدم چاو کنه برای 3 سال ترفیه باید کنه میزر زیاد مصروف شدم گرچه در این دوره یک فیلم هنری در افغانستان ساخته می شد در بوده به نام کندزوی بود که استاد محترم واحد نظری داریتر موفق ما داریک میکرد او زمان هم کار ما بودن از ما خواهش کردن که اگر نقش بازی کنیم در بسنیم 3 نقش بر ما پیشنهاد شد من دو تایش نظر به مسلک که استادی بود نمیتانستم بازم یک نقش شد و نقش یک رول یک دکتر بود بازم رو قبول کردیم در ما فلم کندزوی کار کردیم باز باز کم کم علاقه مندی به سینما شد کتاب بخوان کتاب جمع کن مقاله رو باز فلم های دیگه هم ساختیم یک فیلم و نریز در اون نقش یک استاد روانشناسی دارم افغانی باز در این وقت های آخر به این روزا سریال پشتوی سول و سیال در خود تلویزیون شمشاد تایه میشه در اون نقش آرت دایرکتر دارم
استاد محترم د کوم دسوي په سیریال کې مو ولې دا نقش انتخاب کړلو؟ نو چون پدر مم خدا ببخش دکتر بود در دکتر اگه ترام خاص داشتیم به نقشاش در فامیل من هم خدا هشت نفر دکتر داریم دیگه؟ دکتر سای مولانا ریمی خسرم بودن و اونا هم تموز زمان که فلم پر میکردیم فلم کندزوی بمیرشتر یک قدسیت برش میدیدم کار کردم نقشای دیگه چه کمان که چی بود که اگه ما برو کار میکردم از این داخل امام دیگه باز من نمیتونم پس در سنف برم و استادشون درس بدم پیش خود میذاره هنوز بقدر چی نداشتم تیاری اترا به اوت یک نقشه قبول کنم خو این نقشه باز دایرکترم قبول کردن گفت سایی استاد محترم یقینا تاسو خو ډیر فعالیتونه او ډیر کارونه کړي دي ډیر وظیفه مو مخته وړي دي خو که داسې یو وظیفه یا داسې یو فعالیت داسې یو کار یادونه وکړئ چې په کولو یې تاسو لومړی افغان اوسېږئ مثلا ما د چون خودم فوتبالر تیم اردو بودم د خیرخانه د یک دشت بسیار سوزان اونجا ترکتور خود ما در بسیار واسطه پیدا کردیم مصرفاش دادیم میدان جور کردیم اونجا تیم فوتبال جور کردیم اون تیم فوتبال اساسا در خیرخانه کسای دیگه ساختن چهار پنج نفر بودیم که تمام تیمای خیرخانه رو پسان همی کسا جوانا در تیم ملی و جوانان یا را یافتن بهترین ترینر ها شدن در فوتبال ها بینجان گذارش اولین دفت در خیرخانه چهار نفر بودیم که ما یکی از جمله بودیم که میدان ساخته بودیم و در این هم آخر زمانی که کرزای آمدن که در 12 سال پیش شده افتیه شده باشه گه بازه تو پروژه هم زیاد می آمدن رش خارجی هم زیاد بودن و در 15 اونرا یک دفعه مطرح شد که یک ژاپنی آمده می خواهی کسی که فلم بسازه باز در او کامرای بسیار دیجیتال ابتدایی که هنوز حالا خسار پیش رفته در او آده صرف کامرای خورد بود بر ما داد یک کامرای گفتی فابریکه اولین دفعه برای شما ارائه کرده اگر شما در این فلم جوب بگیرین اونجا پانتون های جاپان سینما زیاد دارن باز یک پانتون به نام پانتون سینما فستیوال ها دایر میکنه سالانه پیام از واوی بود که دینمی کامرا فلم های مستند جور کن برماری کن ما در خود فستیوال برتان نشان میتیم باز یک فلم خدا بخشه حسین زاده سای به همکارای ما دعا قبول کردن گرفتن یک فلم هم موسای رادمنش ساختن یک فلم هم ما پذیرفتم کار کردم و در او اولین دفعه است که در موزیک بکگراند از او از این فلم مشترک ژاپن و افغانستان گفته میتونیم ارزیجا موزیک بکگراندش از کس است که بسیار ویلونست مشهور خود ارکستر از او برای ارکست میسر نمیشه وقتی که فلم دید خودش علاقه ملی نشان داد که ایره با بکگراندش کار میکنم باز بکگراند موزیکش او کار کرده باز خودم این استاد که آمده بود برای ما اینجا بچهش هم اونجا هم روش استاد بود بچهش کم از کم 100-200 فلم ایدت کرده بود خودش خود بسیار زیاد بازی بعد از اینکه کارا رو بس که کلان پروفیسور رو بود باز همین فلم علاقه گرفت که اگر بر ما تلفن کرد از ژاپن و اگه اجازه بدی این فلم ایدت شما میکنم باز ما بود مزید کار خوب چی باز ایدت شیا کردن من کل افتخار روز که ما در تجربه اول خود باوت کامرای ابتدایی اولین دفعه فلم ساختیم و اولین دفعه فلم هم بود یک شخصیت های بسیار بزرگ و مطرح خود ژاپن همراه بود و دیگر جای بسیار خوشی است برای خودم افتخار است که در 35 سال تربیت گرفتم اولین پوان در رشته هنر در افغانستان پانتون کابل هستم در 15 پوان دارن بسیار نکنام لایق شایسته اما در هنر ما نداشتیم و من اولین پوان بودم در رشته خود دپارتمنت نقاشی دیکھم استاد محترم تاسو د نقاشي نه یادونه وکړله نقاشي ولې کوئ د دې لپاره تاسو خپل ساعت تیر کوئ یا خپل وخت تیر کوئ یا خپل هدف نور ته رسولو په خاطر نقاشي که از جز هنر است هنر بی پیام نمیشه پیام پیغام خودم داره نظم بر شخص خود هنرمند بر بازگوی احساسات درونیش است و برداشت که از محیط که در چقسم رو باستاب بوده این موضوعات بسیار مهم است یعنی صرف تنها نیست که آدم با رنگ بازی کنه باز بازی یعنی کار نقاشی است یعنی ساده نیست اگر پیام نداشت بیان نداشت احساس انتقال نتونست نقاشی موفق نیست بیخه استاد محترم زو په دې برخه کې ستاسو د نقاشی یا برخه ګورو او ستاسو نقاشی ګورو Thank you.
تاسو په دې نقشانو کې د غیبه نقشې چې ده هدف کوم محتوا وایي چې زه به پوه نه شولم. او برداشت از این محیط است که بدبختانه با تاسف بسیار کسا فکر میکنن که همسر کس یا خانم که میگیره وظیفش تنها اولاد آوردن است. از او خاطر تمام چیزها رو برش معیا میکنم و باز چیزایی که اصلی به او ضرورت است اتنا نمیشه. مثلا داخل قفس مرغ ماکیان است تخمار قطارک کده. اما خود خراز در بالا سر قفس جایی که استاده سیمایش کت شده و تاجش که از حساب تاج شاهی و سلطانی بریست که یعنی تاج داره اما از ماکیان که از تاجش باید دو قلب وفادار باشه. او خوری دانه خوریش کلش پر است، یعنی دیگه چی میخوای فرش سر زیر پاید نان تیار. این ما قطع و قوه زن داره، دول که زن مثل مرد یک موجود است قابل قدر و احترام، شایستگی خود داره، حقوق و مساوی داره. دیکھا پوهان صاحب، رنگونه څنګه پیژندلی شو او څنګه یې په هنر کې کارولی شو؟ در مورد شناخت رنگا و کاربردش ما پنج جلد کتاب نشته کردیم در بخش از مسجد تحقیقی پانتون کابل که بود ای سی کیو دو یک شمی شناخت رنگا و کاربردش. غیر از اون ما این کتاب نشته کردیم برای فاکولته درس میخوانن و هم دانش رنگ است که سر موضوعات رنگ است. رنگ ها تاثیرات سمبولیک داره، تاثیرات روانی بسیار قوی داره، تاثیرات که مثلا از لحاظ زیبایی داره، روانشناسی داره، هر بودش. نالا در نقاشیم باید کسی که کار میکنه در رنگ باید بیخی آگاه باشه، از تمام ابعاد او رو بتانه سنجش کنه، کار کنه. مثلا شما یک رنگ خوش دارن، مثلا زرد نه؟ یا آبی هرچی که باشه، اینمی که میگین خوش دارم مورد ذوقتان میشه، مربوط ذوقتان میشه. تاثیرات روانی است، از لحاظ روانشناسی باید جستجو شوه چرا این رنگ خوش دارن، چرا نداره. هر وقت که ما اینمی کارا رو میکنیم از لحاظ روانشناسی است. اما یک رنگ چرا سر ما تاثیر خوش داره یا بد داره، مثلا چراغ موتر روشن میشه یک دم چشمه تون پت میکنیم، او از لحاظ فیزیولوژی ساختمان چشم است که عکس العمل میده او دیگه است. اما یک رنگی که پولی که دیگه بانین تاثیر خوشایند بره این زیبایی شناسیش است. اینی رنگ پولی از این رنگ خوب میگه، مثلا بنفش پولی زرد بسیار خوب میگه، سرخ پولی سبز بسیار خوب میگه، زرد امرای نارنجی خود خوب است، نارنجی باز به مقابل جوابی خوب است. این رنگ ها که خوب میگه دیگه میتونه چیزای روان شناسی زیبایی شناسیش است. دیکھا با حاسب نقاشی که دیم ماشومان و رنگونه او دی لویان رنگونه توپیل لری؟ بله ها، کاربردش فرق داره. مثلا اطفال که از نظر به غریزی خود کار میکنه، پیش از اون مهم نیست درخت اینی رنگا کار میشه، در کالا این رنگا، یا اگر رنگ سرخ کار کرد چقدر رنگ مقابلش کار کنه گروه هر داره. غریزی هر رنگ خوش به امور کار میکنه، آزادی زیاد داره، سانسور ندارن. اما در موضوعات کلانا که رنگ یک وسیله است برای بیان احساساتش یا تمثیل هدف و پیام که داره که برای باستاب کنه به طرف مقابل خود، یا باید آگاهانه علمی بفهمن که از او کمک گرفته و کار شده. ریخه گران دیدونکو په دې برخه کې ځو د پوهان صاحب هغه د نانوان کوچک مسرد ګورو، مسرد فلم ګورو، یا برخه ګورو چې د جاپان په بندونونو د نړیوال فیستیوال کې هم لاره پیدا کړې ده، د برخه ګورو بېرته راګرځو. روز چند تا می‌فروشی؟ چند تا می‌فروشی؟
لپاره مو دا مستند فلم جوړ کړی دی. یکی واقعیت های اجتماعی ما را کشورهای خارج علاقمند بود که در افغانستان چی مگذره میخواستی رو برای جهان نشان بده. در دیگه جایی که سوژا مقدر که در افغانستان قوی بود نمیدن. به هر صورت یه علاقه داشتن خود ژاپنیا که از افغانستان هم در فستیوال فلم های پانتونش فلم های داشته باشه. بنان و امیر خواستن ما خواستیم موضوع اجتماعی تر باشه واقعیت داشته باشه. و از ما قهرمان فیلم مستند ما یک خانم است که طفل خود فروخته در چند ماهگی پس پشیمان شده بود در خود میزد میفرق نمشه طفلم پس برم داده شد این طفل که شیر میخورد او را فروخت در 10,000 افغانی و 10,000 خرد شده بود بازی دردش از میکرد که چرا طفل در بغلم نیست و زندگیش بسیار رازش خراب بود خودش از سمتای شمال مجر شده بود از خود گل بخصایی خودش خانه بر خود ساخته بود نیم کنار چمن زوری باز اونجا که ما رفتیم دیدیم زندگی زیر دو تا بچه کام داشت بسیار چی بود زندگی دردآور بود اما خودش بسیار یک دید خوب داشت بسیار زبان خوب داشت بسیار هم دردهای خود خوب بیان میتونست باز قهرمان امیر گرفتیم موضوع رو امیر گرفتیم همی پیام رساندیم که زن افغان در شرایط جنگی فعلی حتی طفل خود میفروشه تا که دو طفل دیگر و یا خود زنده نگاه کنه و اگر کس از این وضع نجات بده توجه جهانی را جلب کنیم به او خاطر فلم ساخت پوهان صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې هنر باندې د مریضانو تداوی یا درمل نمهگی که دی پاکل محتوا وایه خو هنر درمانی در دیگه جای زیاد کاربرد دارد استفاده خوب ازش میکنه در افغانستان هم پیشترم یادآوری کردم که برناصفی امرای وزارت صحت عامه پانتون تیبی کابل وقت همونطور یک پروژه رو برای انداختن تعداد تکلیف های روانی چون جنگ دیده بودیم بسیار زیاد بود از خرد گرفته تا کلان زن گرفته تا مرد زیاد کسا بود با شفخانه ایش جور کرده که در دارلمان زیمیت بود در کارتی پروان بود با زمین کسا میامد میشتنی کسا تنها به تابلت و دوا و یا تداوی نمیشه بسیار دردای عمیق‌تر داره که باید او کشیده شد و قبول کنن که تو چیزا هست پس زندگی نرمال خوده باز ما در بخش که بودیم کسایی بودیم مثلا گپ نمیزد اونجا شفخانه روز داشت در شفخانه روز 20 نفر یا بیشتر میشتیم دکتر هم کس نمیشناخت در قط مریضا میشیشت ما هم در بین بودیم دواساز هم بود کلگی وقتی مریضا مشکل خدا میگه دیگه مریضا گوش میکنه باز در اونجا خدا مقایسه میکنه که از اینکه مشکل ما قویست یا نیست باز دیگه ایش ادامه میتونه اگر بفهمن که چپ میشه باز دکتر کمک نقل بوری پس بوری کنترول میکنن که دوام کنی جربه است جربه است که در این جربه است که در دلشون خالی میشه باز بعض کسایی است که در اون گروه بود هیچ شوک دیده بود از تانک از انفجارات یا هیچ گپ نمیزدن اما مشکل داشتن از حالت نرمال بر آمده بودن اطفال هم بود زن هم بود مردم بازی رو باید به یک وسیله که یا موزیک یا در حساب رنگا کار برد کار کردن رنگا باید پس در حالت نرمال میامد که سر گپ میامد ما می کارا رو میکردیم و به یارا میگفتیم که رنگ میموندیم ترکیب رنگ میکردن بازی با رنگ های در آرام شد و در پولیس یک رسما میفتیم بکنیم چی است او چیزی که در گپ نمیفت اگر تصادف در رسما میمیم باز از روی رسما سمبول های زیر ما پیدا میکردیم روی دکتر ها مشوره میکردیم باز از جمع تصمیم میگرفتیم امو نقاط امو گپ ها رو منداختیم بازی ها در گپ میامد کم کم گپ میزدیم در موزیک مثلا دول برش میداد سرنه میداد هیچ یاد نداشت میبخیر بزن بزن پف کن
این قمیز دادن کفوف میکردن که امتا و که عراق خوب مانده میشدن چند قبات بزاران بزار بزار چطور بود مزاده تا بچی شوی بود چطور چیز چیز داده فکرت میکردن بعد یک قصای قد شروع میکرده اگه اپ میامد نقش و نردرمون در این ساعت همیست دیخه دیره من نپوهان سب احساس در وقت سخه و در احساس زوابون سخه کنون بدن شمنده و سیچ رغلی از شما هم زیاد تشکر است تلویزیون شمشادم تشکر که ما را دعوت کردیم به اینجا. لیر من نه کور بدن شما نیوسی. دی شمشاد تلویزیون قدر مل دون کود دی هنا دی هفته اخبار نمدون را لما التیام من نه تبدیلات سپاک را سورم علام مرشا خدای پمان.